در این بخش میخوام پیاده سازی کامپلینس چکینگ رو با انسیبل نشونتون بدم. در واقع یکی از کاربردهای مهم اتوماسیون کامپلینس چکینگه. تو همه ابزارهای اتوماسیون شما میتونید کامپلینس چکینگ رو به خوبی انجام بدید. چیه منظور؟ مثلا فرض کن 200 سویش دارید، میخواید مطمئن بشید که رو همشون دو تا اسنپی سرور تعریف شده، دو تا انتیپی سرور تعریف شده، دومین نیم تعریف شده، سرویس در واقع پسورد انکریپشن تعریف شده، یه سری کانفیگای مشخص رو میخوای رو 100 تا 200 تا 1000 تا دیوایس مطمئن بشید که درست کانفیگ شده و اگر نشده در واقع اختلافاش چیه و بعد اون اختلافا اصلاح بشه. خب انجام این کار به صورت دستی تقریبا خیلی کار دشواریه. اتوماسیون اینجا خیلی میتونه به کمک ما بیاد که من تو این بخش میخوام با انسیبل نشون بدم این کار رو چطور بایستی انجام بدیم. اینجا ماژول iOS کانفیگ سیسکو رو شما میبینید که خودش یه نمونه در واقع اگزمپل داده برای کامپلینس چکینگ. گفته شما کانفیگ در واقع کانفیگ مد نظرت رو بذار توی فایل مثلا به اسم master cfg و بعد بگو این کانفیگ اینتندد منه و دیفش رو پیدا میکنه با کانفیگ فعلی دیوایس. خب میگه این اینتندد کانفیگ منه و دیفرنسش رو با این اینتندد من پیدا بکن و در واقع باید تو هر دیوایس بگه که مثلا اینا کم داره اینا زیاد داره که حالا بعد تو مرحله بعد قابلیت اصلاح هم وجود داره. میتونی بعضی ها مثلا ایگنور هم بکن، جای مثال دیگه زده گفته مثلا میتونی مثلا این خطا رو ایگنور بکنی به عنوان مثال. من اینجا با دو شیوه کامپلینس چکینگ رو پیاده‌سازی کردم. یه شیوهش رو به شما نشون میدم ولی هر دو رو توی داکیومنت در اختیارتون قرار میدم. یه رولی درست کردم به اسم کامپلاینس که در واقع یه رولی درست کردم واسه کامپلاینس که مهمترین تسکاش توی تسک اگر برم مهمترین تسکاش تو فولدر تسک main.yaml گذاشتم. دو تا تسک مهم داره. تسک اول اینجا گفتم که من intended config هم در واقع یه فایلی به اسم general j2 یعنی یه فایل جینجا تو تمپلیته. من میخوام در واقع کانفیگ فعلی رو با کانفیگی که من میگم مقایسه کنی بهم بگی چی کم یا زیاد داره. اینکه چرا من جینجا تو تمپلیت گذاشتم، تویش مثال اولم خود کانفیگ گذاشتم، مثال دومم جینجا تو تمپلیت گذاشتم به خاطر اینکه خیلی قابلیت بیشتری در اختیار من قرار میده. من جمله اینکه اگر شما یه کانفیگی میخوای رو همه دیوایس ها زده بشه مثلا ERP ولی روتر آیدیش تو دیوایس های مختلف با هم فرق داره، میخواید حتما دستور روتر آیدی مطمئن بشید رو همه دیوایس ها خورده اما روتر آیدیشون با هم دیگه فرق داره. خب اینجا جینجا تو تمپلیت خیلی به من کمک میکنه. یا اینکه در واقع استفاده از if condition یا loop در واقع توی فایل جینجا تو تمپلیت خیلی به من کمک میکنه که الان بهتون نمونهش رو نشون خواهم داد. بعد اینجا دیف مودش رو اینیبل کردم. وقتی دیف مود اینیبل میکنی یعنی به من میگی، بهش میگی که قبل و بعدش رو به من نشون بده. خب یعنی قبل از که در واقع من این رو اپلای بکنم، این تغییر رو اپلای بکنم، با بعدش با هم چه تفاوتی خواهد داشت که متاسفانه توی سیسکو خیلی خوب نمایش نمیده این دیفو. ولی شما وقتی دیف مود رو توی یک کانفیگ فایل یه سرور اینیبل میکنی دقیقا به شما میگه مثلا این خطا پاک میشه از کانفیگ فایل، با منها نشون میده این خطا اضافه میشه به کانفیگ فایل و به علاوه در واقع نشون میده. اما اینجا هم خب به حال یه چیزایی میشه دید و اینجا هم گفتم در واقع این دیف ریزالت رو به من نشون بده و بعدم حالا گفتم که این چیزی که در واقع من مد نظرم که هست که رو 100 تا دیوایس وجود داشته باشه رو اپلای کن. قبلش من از کانفیگ دیوایس یه بکاپ بگیر و این رو اپلای کن رو دیوایس نهایی. بریم فایل جینجا تو تمپلیت هم ببینیم چیه. فایل جینجا تو تمپلیت رو اگر نگاهش بندازیم، اینجا میگم تمپلیت جینجا تو. خب اگه خیلی کلی بشه نگاه بندازیم، بگوین اینجا میخوام مطمئن بشه سرویس پسورد انکریپشن فعال، دومین نیم فعال، هاست نیم فعال،
لاگین فعال، سرویس پسورد انکریپشن فعال، آی پی سورس روتین غیر فعال، دومین لوکاپ غیر فعال، اچ تی تی پی سرور غیر فعال، اس ان پی سرور فعال، لاین کنسول و لاین وی تی وات اگزیت تایم اوتشون فعاله و ان تی پی سرور لیست ان تی پی سرور ها رو. حالا ببینید چه کمکی به من کرده در واقع این دیجیتال تمپلیت. اگر دقت بکنید من اینطور تمام پارامترام برای همه دیوایس یکسانه، یعنی کانفیگی ندارم که دیوایس های مختلف متفاوت باشه، که اگر این هم بود که حتما باید از جینجر تول استفاده میکرد، ولی نبودنش هم به من خیلی کمک کرده. مثلا اینجا نگاه کنید، من میگم تو وریبل فال اگر دومین نیم تعریف شده برو دومین نیم رو تو دیوایس ها در واقع بزن و بعد حالا دیفش رو به من نشون بده. اگه دومین نیم تو وریبل فایل تعریف نشده اصلا این خط رو ایگنورش کن، خب خیلی میتونه کمک کنه. به همین ترتیب هاست نیم، یا اینجا ترکیب در واقع if و for. اینجا ببینید میگم اگه SNMP server list تعریف شده اصلا تو وریبل فایل ها، حالا برو تو لوپ، حلقه لوپ گفتم برو این سرور رو در بیا، بعد تعریف کن با این دستور SNMP server host فلان اون سرور که در واقع تو لیست هست، و یه متغیر دیگه هم با تعریف شده باشه به اسم SNMP Community. به همین ترتیب برای exec time mode، برای NTP هم در واقع باز ترکیبی از if و for استفاده کردم برای اینکه بتونم این compliance checking رو انجام بدم. بریم یه نگاهی به variable file هم با هم بندازیم. اگر من برم توی vars main، خب اینجا مهمترین وریبل رو تعریف شده، دومین نیم، لیست SNMP سرور ها، لیست NTP سرور ها، exec time mode و SNMP community. و اینکه مطمئن بشیم مثلا چند تا از اینا رو میتونم اینجا علکی بگیرم. مثلا میگم که به عنوان مثال میگم که IP domain name مثلا alaki.com، یا همین فکر کنم کافیه دیگه، برای اینکه نشون بده واقعا تغییرات اتفاق میفته، حالا توی تسک دومش تغییرات اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته. حالا من میخوام اینو اجرا کنم. برای اجراش از انسیبل پلی بوک کامپلینس دو در واقع میخوام اجرا. کامپلینس دو چی اصلا؟ کامپلینس دو بریم توشو با هم ببینیم. در واقع اینجا فقط رول کامپلینس رو من اینجا صدا زدم، انسیبل پلی بوک کامپلینس دو. خب تسک اول دیفو میگرد، تسک دوم اعمال میکرد، حالا داره اعمال میکرد تمپلیت پوش. حالا اینجا اگه نگاه کنیم من بگم show running config include domain، خب میشده رای کدش کو داتا، یعنی اون چیزی که من توی variable فایلم تعریف کرده بودم و این variable درسته، رای کدش domain رای کدش کو داتا آیا. مثلا یه بار دیگه اینجا مثلا میزنم رای کدش کو داتا کام. داره پوش میکنه، حالا پوش کرد، اینجا شد توی رای کادشکو دات کام. حالا تو تسک اول اگه نگاه کنید، چون من دیف مود رو اینیبل کرده بودم اینجا، گفتم افتر و بیفور رو به من نشون بده. این افتر و بیفورشه، خیلی خوب نمایشه، تک تک کامنده رو نشون میده با یه بک سلش ان، یعنی در واقع اینتر کریج ریترن در واقع داره خطا رو از هم دیگه جدا میکنه، ولی اصلا نمایشش خوب نیست. شاید مثلا بشه با داش وی 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 نمایش بهتری گرفت. خب در واقع این بگه این دقیقا هم کانفیگه که متغیرهای من رو تو جینجا تو اپلای کرده، متغیرهای من رو توی جینجا تو اپلای کرده، داره اینجا اینجا هم باز برمی سرچی توی روتر یک و روتر دو کانفیگ، اصلا کامندایی که میزنه نو آی پی روت سورس تو روتر یک و اینجا تغییرشه.
ولی بازم دیفش رو به همون صورت قبل نشون داد، خیلی خیلی بیفور افترش میبینی خیلی خوب نمایش نمیده، خیلی هم روش وقت گذاشتم این نمایش خوب ازش بگیرم ولی نتونستم پیدا بکنم. و به همین به این صورت شما مطمئن میشید که یک کانفیگ مشخصی روی تک تک دیوایساتون به صورت یک پارچه وجود داره، کانفیگ قبلیش هم در واقع بکاپ دارید، دیفش رو هم در واقع اینجا میتونید ببینید اگر چه اینجا نمایش خیلی خوبی از دیف در اختیار نداشتیم. امیدوارم که این ویدیو متوجهتون قرار گیره.